شاگردای عزیز، خدا کنه که جور صحت مند باشین. ما استاد رشاد احمدی هستم. خدا کنه که در درس گذشته چیز مشکل نداشته باشین. میپردازیم به درس جدید خود. درس گذشته صفحه عبدی کتابتان و موضوعی که امروز میخواییم بحث داشته باشیم در مورد کاپینگ ا چارت این ام اس ورد، یعنی ما چطور کپی میکنیم همین چارت خود، یعنی در پروگرام ورد چارت جور شده نمیتونه. پس ما در پروگرام اکسل جور کردیم، حالا ما چطور ضرورت داریم که همین چارت خود در پروگرام ورد ببینیم و ما چطور میتونیم که از طریق پروگرام اکسل چارت خود کپی بگیریم و این انتقال بدیم در پروگرام ورد، که خودش یک ضرورت است، چون که ما ضرورت داریم که همین چارت خود با پروگرام ورد انتقال بدیم. خب بعض از مراحل است که ما باید طول تایی کنیم تا همون چارت ما کپی شود از پروگرام اکسل به پروگرام ورد. You can easily relocate to another place in MS Word. شما میتونید بسیار آسانی جا به جایش کنیم از یک جای به دیگر جای در پروگرام ورد. The various steps to copy a chart from MS Excel to MS Word. مراحل مختلف به خاطر کپی کردن چارت از اکسل و ورد. نمبر 1، کلیک آن دی چارت تو سلکت ایت. کلیک میکنی چارت تا انتخاب شوه. نمبر 2، گو تو دی هوم تاب اند کلیک آن دی کپی بٹن فرام دی کلیپ بورد گروپ تو سلکت ایت. بعد شما میرید در قسمت منوی تاب و انتخاب میکنی یا کلیک میکنی بالای بتن کپی، از کجا از کلیپ بورد یا گروپ از کلیپ بورد تا و انتخاب شد همین چارت کنم. سیوم اوپن دی MS Word document where you want to copy the chart. بعدا شما باز میکنی پروگرام ورد جایی که شما میخواین کپی شد همین چارت. نمبر 4، کلیک آن دی پیست بتن فرام دی کلیپ بورد گروپ آف دی هوم تاب. بعدا شما کلیک میکنی بالای بتن پیست، از کجا از کلیپ بورد تا از منوی هوم تای داخل شوه و از پروگرام اکسل به پروگرام ورد کپی شوه. خب میگه شاگردای عزیز، ما بعض از مراحل دی انجام دادیم و تغییرات بالای از آوردیم. حال ما میخواییم که امین تغییرات امین چارت خود ما میخواییم که انتقال بدیم به کجا؟ به پروگرام ورد. ای را در قدم اول کلیک میکنیم و در این قسمت میرین چی میگین؟ کپی. قسمت چی میگین؟ کپی. ای را کپی گرفتیم، میرین پروگرام ورد را باز میکنیم. زمانی که پروگرام ورد را باز کردیم از قسمت کلیپ بورد ای را ما پیست میکنیم و همون از اون پروگرام اکسل به پروگرام ورد انتقال میشه. بعد شما در پروگرام ورد آمدیم و در قسمت کلیپ بورد اینجا چی میگیم؟ برش میگیم که پیست، درست است؟ زمان که پیست بگیم به ما میاد، چون که سایز از این بزرگ است پس ما به این سایز انتقال میتیمش. میبینیم امون چارت را که ما انتخاب کردیم و در پروگرام اکسل حالا در پروگرام ورد میاریم و هر نوع تغییرات اگر عنوان باشه هر نوع چی باشه ما میتونیم از این طریق یا را کار کنیم و همچنان به بسیار آسانی امون چارت را که جور کردیم و امون بخش هایی که از اکسل تغییرات را کار دیم و بسیار آسانی میره چی کردیم دو کردیم.
ببینید شاگردای عزیز، در پروگرام ورد ما اینجا چارت داریم، اما ما چرا از استفاده کردن نمیتونیم؟ چون که چارت نیازمند دیتا است، نیازمند جدول است. تا زمانی که دیتا یا جدول نباشم ما چارت ایجاد کردن نمیتونیم. بنابراین ما قسمی که شما دیدین، ما در پروگرام اکسل ما چی را استفاده کردیم؟ اول دیتای خود را جور کردیم، باز او را دیزاین کردیم، باز از او باز از مود دیزاین دیتای خود باز ما چارت جور کردیم که ای در پروگرام وورد امکان پذیر نمی باشه. صرف در پروگرام وورد با ما یک دیزاین می پیش بس، اما امون مختویات و دیتای را که از ما ضرورت دارد ما نمی کنیم که در پروگرام وورد از او استفاده کنیم یا امون دیتا را جور کنیم. شاگردان عزیز، درس امروز ما به همینجا به پایان میرسه. خدا کنه که یک چیز آموخته باشین و کارهای خانگیتان در خانه انجام بدین. تا درس بعدی، خدا حافظتان.